مجید. سلام مجید. مجید سلام هست. عرض کردم. سلام 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 مجید بعد رابین یا بفرمایید. آره کاش میذاشتی، خب ما میومدیم تو تو سوال میکردیم ازش دیگه. البته گفتین، اکثرشو گفتی، خودتون گفتی، هم بابک هم نه ما به چیز طور معمول گفتیم، چون ولی من از اولش هم میدونستم بچه که صحبت رو هم کمونیستی نیست. ببخشید بابک اگه چیزی هست بگو. نه میلاد مجید ما چون دو سه تا بچه ها رو با هم نمیاریم بالا کنار هم به خاطر همین چیز، ولی میدونستم مجید جان شما هم صحبت داشتید. الان خواهش میکنم، نه میگم یعنی باحال مجید میشه و بحث جالب تر میشه. یکی این که هر دو در مورد یه سیستم داشتیم صحبت میکردیم، اون با گرایشش چپی بود، تو گرایش دو سر راستی بود، ولی هر دو در مورد سوسیال دموکراسی. من میخواستم بگم مثلا خود سوئد رو مثال بزنین، نروژ رو مثلا، یا اینها سوسیالیستی هن. اصلا فرق میکنه داستانشون، یعنی همون سرمایداری رو آوردن با تفکرات سوسیالیستی خودشون قاطی کردن، اون حق کارگر رو گرفتن. الان تعجب میکنه مثلا میگه مثلا بیکار باشه یا مثلا حتما باید بره سر کار. ما خود اسمشون یادم رفت، همین که الان بودن اسمشون چی بود؟ میلاد. میلاد آره، خودش تو سوئد زندگی میکنه، بعد در این مورد ها صحبت میکرد که حتما باید بریم سر کار. خب اینجا نریم سر کار، اصلا کارتو هم بگیرن. بالاخره یه سیستمی هست، پشتوانت هستش تا یه مدتی. ما قرار یه رفاهی داشته باشیم، بعد یه چیزی هم بفروشیم، همون وقتمون رو بعد بفروشیم برای اینکه رفاه بهتری داشته باشیم. مثلا تو سیستم نه کمونیستی این باید چیکار کمونیست ها انتظار بکنیم؟ این کمونیست ها هم انتظار دارن که شما اگه هیچ کار هیچ چیزی به جامعه ندین، جامعه هنوز باید به شما یه خونه بده، یه غذا بده و نمیشه اصلا. خودش یه مثال بزنه، یه کشور کمونیستی اگه مثال میزن الان تو دنیا، خب مثال بزن ببینیم یکی اون چیزایی که تفکرات شما رو که الان داری میگی الان داره عملی میکنه هستش نیست؟ ببین چون شما مجید از بین رفتین، کمونیست از بین رفت، نه هستن از متاسفانه سوسیالیستی به جاش اومده تو دنیا. اتفاقا مجید جان منم به خاطر همین اون سوالو کردم، گفتم یه تصویری به ما بده که به چه صورتی هست این مدینه فاضله کمونیستی عملا، چون در دنیای واقعی ما نداریم اون چیزی که اینا دارن. حالا به حساب این شکلی که میلاد میاد بیان میکنه اصلا در دنیای واقعی وجود نداره. خب ما وقتی هم که بهشون کوبا و ونزوئلا و نمیدونم کره شمالی و هر جا رو مثال میزنیم، دقیقا مثل مسلمین میگن که اونا اسلام واقعی نیستن یا اون کمونیست واقعی نیست. به خاطر همین خواستم ببینم چه تصوری دارن، که بازم این جوابی نگرفتم من. دقیقا همینه که میگیم، درست مثل دین میمونه دیگه، یعنی ایدئولوژی مثل دین میمونه و اینا که دیگه اصلا مثالش 100%، چون هر چی بهشون میگی یه تفسیر دیگه ای از مثلا چپ میارن وسط رو میکنن، میگه نه ما اینیم. خب بابا کو عمل ما باید ببینیم. تو این مدتی که شما سر کار بودین، یه مدت دنیا اصلا درگیر چپ بود، چرا از دست دادین این حمایتو؟ چه تو ایران چه تو جهان، مگه بعد از جنگ جهانی دوم اینقدر چپا قوی نشدن در سراسر جهان، حتی تو عربا؟ یعنی خیلی احزاب چپ قوی شدن، قوی تر از قبلشون بودن، ولی از دست دادن حمایتشون. حالا سوسیالیستی، ولی اونم با یعنی با سرمایه‌داری لازم داره، سرمایه‌داری باید باشه ولی کنترل شده، یعنی اگر افسار گسیخته باشه مثل دهه 20 و 30 آمریکا، خب بله اونجوری میشه که مثلا حق کارگر داده نمیشه، ولی بعدش وقتی سوسیالیستان میان تو کار، یعنی قوانین خوبو میگیرن و کار ازش میکشن، وقت انگلستان هم میتونیم بگیم سوسیالیست در عینی که با کمونیست در جنگ بود، ولی چیزای سوسیالیستی آوردن تو کار. مجید یه چیزی من البته الان تبلیغ بکنم از تجربه گرایی، یعنی امپیریسیزم. خب برای اینکه یه مشکل کمونیست، ببینید شما هر کسی که تو دانشگاه اگه بره مارکس رو بخونه، خب واقعا به نظر میرسه که مارکس یک نابغه است. خب یعنی اگه بفهمی داری چی میگه و سعی کنی استدلالاشو دنبال بکنی، به نظر میرسه که این یک نابغه است و جوری که استدلال میکنه ممکنه اکثر نتیجه هاشو قبول بکنی. خب و
واقعا هم امیدوار باشه که چیزی که میخواد بشه. خب برای اینکه چیزی رو که دارن قول میدن یه چیز خوب، یه چیزی هم هست که ما نمیتونیم بگیم مثلا بده اگه بشه، که نمیشه. خب مشکل اینه که ما مشکل خردگرای مطلق همینه. خب ما اگه فقط تئوری رو مطالعه بکنیم بدون که بیایم آمار رو نگاه بکنیم که ببینیم تو عمل تو دنیای واقعی چه اتفاقی میفته. ببین همین مشکل فلسفه بدون علم هم همینه که یه مش آدم میشینن فکر میکنن که اینجوریه اونجوریه اونجوریه، بدون دنبال سند، بدون آمار، بدون اینکه بیان واقعا تو دنیای واقعی چه اتفاقی میفته. یعنی هر کسی بره مثلا مارکس رو بخونه بدون که بیاد واقعا آمار و اقتصاد و واقعیت و تمام تحقیقاتی که شده که چی کار میکنه چی کار نمیکنه، بدون اینکه بره واقعا تجربه کلی تاریخ رو بخونه، همینا رو بخونه، فقط مارکس رو بخونه، فقط توریش رو بخونه، فکر میکنه که از یه خردگرای مطلق باشه، میگه خب این به نظر خیلی تئوری درستی میاد. ولی کسی که واقعا تجربه گرا باشه، امپیریست، فقط راشنالیست، فقط راشنالیزم رو متکی نباشه، راشنالیزم رو متکی نباشه و امپیریسیست باشه، بره تو دنیای واقعی، بره ببینه سند و آمار چی نشون میده، بره اقتصاد، تاریخ اقتصاد رو بخونه، میبینه که اینا با اینکه جالبه، با اینکه قشنگن، کار نمیکنه. ما میبینیم چی جواب، ما به اندازه کافی کلی سند داریم که ببینیم چی جواب میده چی جواب نمیده. فقط تئوری لازم نیست، فقط کسی که فقط بره تئوری بخونه این کافی نیست. شما باید بریم ببینید که آیا واقعا این عمل تو دنیا واقعی جواب میده یا نمیده. دقیقا منم همینو من میگم که یعنی دو وقتی میشی در یک موردی فقط یک چارچوب خاصی رو برای خودت، مارکسیست، لنینیست، ماویست، یعنی من همه چیه این ماو رو قبول دارم. درست مثل همین که از امیر مجاهد که اومده بود اینجا میپرسیدی که میگو من هیچ انتقادی پیدا نمی کنم از اینا، از مجاهدین، اینجوری میشه؟ تو مگه میتونی انتقاد پیدا نکنی؟ و دلیل رشد غرب اروپا بیشتر در این مورده که همین مارکس رو گرفت و چیزهای خوبش رو مارکسیست نشد، سوسیالیست، دموکراسی شد، بیشتر ازش خوباش رو گرفتن استفاده کردن، ولی در عین اینکه اسم مارکسیستی هم رو خودشون نذاشتند که گیر همه چیه این مارکس. ممکن یه چیزایی در تئوری خوب باشه که دیدیم هم همین بود و در عمل در نمیاد. شما نمیتونی سرمایه داری رو اصلا نابود کنی به خاطر اینکه همه چی دست دولت و خب چی؟ در اون سیستم کار نباید کرد، کار نمیکردن، کار نمیکنن تو سیستم های کمونیستی. چه جوری کار میکنن؟ این چه حقی؟ وظیفه شما اینه که از کارگر و دهقان و اینا حقشون رو بدین. درست تو سیستمای شما بیشترین کسایی که ضرر میکنن آدمای ضعیف و کارگرا و دهقانا و زنا و شما، درست برعکس چیزایی که اگر برین دنبال وظایفتون، دنبال قدرت نباشین، خیلی بیشتر تو جامعه محبوب میشین، یعنی گیرا میشین. مثل جامعه سوئد همیشه حزب چپ کمونیستیشو نگه میداره ولی به عنوان وزنه، چون اینجا پارلمانی رای میدن دیگه، وسا پارلمان، به عنوان یه وزنه همیشه چپ هستش اینجا کمونیست، به خاطر اینکه وقتی میچسبه به سوسیال دموکرات ها میتونن دولت تشکیل بدن، نباشه نمیشه و همیشه اینو نگه میداره. من فکر میکنم مجید جان اینکه ترسی از اینکه یه موقع کامونیستا برنگردن، برای اینکه سیستم کاپیتالیستی رو یا سرمایه داری رو یه مقدار تنظیم شده تر و با قانونمندتر نگه داریم، یه مقدار ممکنه لازم باشه. یعنی من فکر میکنم توی سیستم، توی جامعه هایی که میگم کمونیستی یه موقع برنگرده، برای همین مراقب این سیستم سرمایه داریشون با انصاف باشه، قوانینی داشته باشن که به کسی ظلم نشه، زورگویی نشه. یعنی کسی که اگه از لحاظ اقتصادی نتونه پیشرفت بکنه حداقل یه چیزای حداقلی رو داشته باشه. این ترس از، با اینکه از کمونیستی به شدت متنفرم، به نظرم ترس از کمونیستی برای که سیستم سرمایه‌داری رو اونجایی که باید باشه با قانون و منظم باشه نگه داره، یه مقدار ترس از کمونیستی یه مقدار کاربرد خودش رو داره. دقیقاً با حرفت موافقم و به همین علت هم میگم الیت جامعه اروپا رفت دنبال، الان میبینیشون، خب اینا همشون گرایشه چپ دادن به همین دلیله که
تو جامعه رفاه نسبی هستش، تو جوامع رشد یافته سوئد به حساب چیز اروپایی این حالت سوسیال دموکراسی هست. به جامعه هم فکر میکنن، به آدم ضعیف هم فکر میکنن. یکی اینه، یکم در مورد اون اسلام و اینا، اسلام های مختلف ما داریم. ما مثلا ایرانیان یه ذره گیر چیز مجید، این هم نکته آخر برای ملیگرایی باشه، اونم میرم پایین سریع الان میرم. ما یه ذره بیشتر ملیگراییمون، یعنی مثلا تو ببین عیدامون بیشتر ملیاش خیلی برد داره تا اینکه عید فطر یا فلان. این گرایش ملیگرایی ما هست و ما هویتمون رو از ملیگراییمون بیشتر میگیریم، ولی اعراب هویتشون رو از زمان اسلام میگیرن. واسه همین خیلی سخته اینا رو جدا کردن. اون نسلی هم که اومده اینجا به هر حال بالاخره تغییر میکنه، ولی خیلی سخته، چون اونا تو پوست و گوشتشون تو خونهشون اصلا جرأت ندارن بگن خدا نیست. یعنی آتئیست باشی عرب باشی تو خیلی سخته. واسه همین اینجوری اونا هنوز نمیتونن تغییر رو تو نسل بعدیشون ببینیم، ولی تو به نسل بعدی بچه های ما که اینجا بزرگ شدن خیلی راحت تر میبینیم که دیگه اصلا گرایش های مثلا دینی ندادن، اصلا کندن و حتی اقل دیگه اسلامی ندادن، یه چیزی دیگه مثلا مسیحی و با بچه های اینجا، ولی عربا خیلی کمتر. یا مثلا ترکا باز حالا میتونیم این وسط هاشو بگیریم، ترکا خیلی وقتی البته اینجا جمعی در برایش گروهی نمیتونیم صحبت بکنیم بیشتر دیگه وقتی تو جمع مثلا چرا دیگه تو جامعه خودمون میبینیم عربا خیلی تو دین محکمتر از ایرانیایی که حداقل تو خارج کشورن. میگم الله اکبر گفتن ها رو هم بگم، الله اکبر گفتن هاییه مثلا افغانی ها که بابک گفتش، مثلا با بچه های افغانستانی الان اومدن تظاهرات کردن و اینا میگفتن الله اکبر، اونا میگفتن. این تو خارج کشور منفیه، ولی جلوی طالبان توی اونجا این یه تاکتیک به حساب مبارزه است، میتونه اینجوری باشه. چون اگه اونجا بگی جلوی اونا الله اکبر ممکنه سخت که، چون میبینه این داری میگه الله و اکبر مثلا من باید بهش تیرم بزنم، ولی وقتی تو خارج کشور تو میای دیگه باید این تغییر رو بالاخره این افغانی های این ور با افغانی های اون ور اون دسته مرسی تو خودشون بذارن. قربان تو، خداحافظ. مرسی مجید، خداحافظ. ممنونم مجید جان، ممنونم، مرسی که